من چند تا از نقاط قوتی را که در این مدت داشتیم عرض کنم، چند تا هم از نقاط ضعف را عرض کنم. مهمترین نقطه قوت ما در این 32 سال عبارت است از غلبه بر چالش ها. این خیلی مهمه. ما یک ملتی نبودیم که سرمون رو بندازیم پایین، راهمون رو بریم، کسی به ما کاری نداشته باشد. نه، از روز اول قدرت‌های مجهز جهانی، مسلطین جهانی با ما کار داشتن، بنای بر اذیت گذاشتن، بنای بر مانع تراشی گذاشتن، علیه ما جنگ تحمیل کردن، صدام رو به جان ما انداختن، 8 سال ما رو گرفتار کردن، تروریست آوردن، تحریم کردن. اینجوری بود است. ما بر همه این چالش ها تا امروز غلبه پیدا کردیم. یعنی هیچ کدام از این چالش ها نتوانسته است ملت ما را و انقلاب ما را پشیمان کند، به زانو در بیاورد. ما راهمون رو با قامت استوار و حمدالله ادامه دادیم. این مهمترین نقطه قوت ماست. نقطه قوت دیگر در این مدت گسترش خدمات به ملت است، کمن و کیفن، قابل مقایسه با گذشته ها، نه با گذشته نزدیک قبل از انقلاب، با گذشته های دوردست هم قابل مقایسه نیست. خدمات عظیمی که گسترش پیدا کرده است در سراسر کشور، هم کیفیت های این خدمات بالاست، خدمات درجه اول است مادی و معنوی، هم کمیت اونها، گسترش اونها زیاده. این قوت، نقطه قوت مهمی است. نقطه قوت دیگر پیشرفت علمی است. این پیشرفت علمی را عزیزان من دست کم نگیرید. این خیلی مهم است. علم پایه پیشرفت همه جانبه یک کشور است. این حدیث رو من یه وقتی خوندم، العلم سلطان، علم اقتدار است. هر کس این اقتدار را داشته باشد میتواند به همه مقاصد خود دست پیدا کند. این مستکبران جهانی به برکت علمی که به اون دست پیدا کردن بود که توانستن به همه دنیا زور بگن. ما البته هرگز زور نخواهیم گفت، اما علم برای ما به عنوان یک پیشرفت حتما لازم است. ما پیشرفت‌های علمیمون در این مدت 30 و چند سال پیشرفت‌های حیرت‌آوری است. ما در حالا فناوری هسته‌ای تصادفاً معروف شده، از همه توجه دارن، هم در کشور هم در دنیا. لکن فقط این نیست، فناوری هسته‌ای است، علوم فضا، هوا فضاست، علوم پزشکی است، رشته‌های بسیار مهم و دست نیافتنی پزشکی رو خوشبختانه امروز کشور ما حائز است و کارهای بزرگ پزشکی در این کشور انجام می‌گیرد. رادیو داروها، زیست فناوری، نانو فناوری که از علوم جدید است، از دانش‌های نو دنیاست، سلول‌های بنیادی که یکی از بزرگترین کارهاست در عرصه علم، شبیه سازی، ساخت ابررایانه‌ها، فناوری انرژی‌های نو، رادیو داروهای مهم، داروهای ضد سرطان و این فهرست ادامه داره. اینا رجزخوانی نیست که من عرض می‌کنم. این گواهی مراکز علمی معتبر دنیاست که اونها میگن سریع‌ترین رشد علمی در همه دنیا در این سالها در ایران
اتفاق افتاده است. سال 2011 این گزارش سال 2011 است که سریع‌ترین رشد علمی در همه دنیا در ایران اتفاق افتاده است. رتبه علمی اول منطقه ایران است طبق گزارشی که مراکز علمی معتبر دنیا دادند. ما این رتبه اول علمی رو برای 1404 در نظر گرفتیم. هنوز 14 سال باقی است. همین سال میلادی گذشته گفتن ایران از لحاظ رتبه علمی در منطقه اول است، در دنیا 17 در سطح دنیا رتبه علمی کشور ما 17. اینا خیلی مهمه. این پیشرفت علمی که از نقاط مثبت ما، از نقاط قوت ما اینه. یکی از نقاط قوت دیگر ما پیشرفت‌های کشور در ایجاد زیرساخت‌های فنی و مهندسی صنعتی است که بینندگان خارجی رو هر وقت آمدن دیدن بازدید کردن به تحسین وادار کرده است. این کارهای عظیمی که در زمینه ارتباطات، راه‌ها، ارتباطات مخابراتی و زیرساخت‌های گوناگون فنی و مهندسی و صنعتی و اینها انجام گرفته است، یک داستان جداگانه است. من واقعاً متأسف میشم وقتی میبینم این گزارش‌های روشن و خوب اونچنان که باید و شاید داده نمی‌شود به مردم، که مردم خوشحال بشن بدانن چه اتفاق داره میفته در کشور.